28 مهر ماه 1396 خورشیدی و 20 اکتبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به آقای محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت 12. آیت الله مکارم، پسرش محمد علی و دامادش جواد مدلل شکر و ارزون وارد میکردن. میدونید که آیت الله مکارم به آیت الله سلطان شکر معروفه و دامادش جواد مدلل به ویژه، اینا شکر و ارزون وارد میکردن و دولت از زمان دولت رفسنجانی و دولت تا قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد سر کار به تولید کننده های داخلی ما به تفاوت رو میپرداخت که ضرر نکنن، چون تولید داخلی گرونتر تموم میشد. موقعی که احمدی نژاد میاد سر کار، مکارم و مصباح به دولت احمدی نژاد فشار میارن که سوبسید و به شکر داخلی قطع کنه تا شکر وارداتی اینا ارزونتر از شکر داخلی در بیاد یا بازار فقط دست همین مافیای حوزه باشه. دولت احمدی نژاد هم با یه حرکت جهادی سوبسید شکر داخلی رو قطع میکنه. نتیجه چی میشه؟ تولید داخلی میشکنه، اخراج کارگرها از مراکز تولیدی مربوطه، حالا قیمت شکر هم که میره بالا هیچ. فقط 35,000 کارگر مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول، بزرگترین مجتمع تولید شکر تو خاورمیانه بود، اخراج میشن. 35,000 تا در عرض 2 هفته. و حالا کارخونه 80 ساله، 81 ساله قند برامین تقدیمی این هفته به آیت الله مکارم و مافیای شکر. کارخونه قند ورامین کجا؟ کارخونه قند ورامین مستقیم برید همون سمت چپ. کارخونه قند ورامین کجا؟ همینجا. یه سالی میشه تعطیله. کارگراشون رو میشناسی؟ کارگر آنچنان الان فعلا نداره، همشون بیکاره. یکی از کارگران و کارمندان کارخونه قند بودین؟ بله. الان بیکارین؟ بله. 800 تا کارگر ثابت داشت، بالای 400 تا قراردادی داشتیم که مثلا یه سریاشون 12 سال، 13 سال، 15 سال سابقه کار داشتن، اینجا بیکار شدن. خدمتش مال 1313 است. محمد شریعت مداری، 57 ساله، متولد تهران، خانواده مذهبی. میگوید پدرم حاج نورالدین شریعت مداری از مبارزان و رنجیدگان رژیم ستمشاهی و فرزند آیت الله حاج شیخ جلال الدین شریعت مداری، مجتهد و نوه آیت الله العظمى حاج شیخ علی شریعت مداری و نتیجه آیت الله العظمى آخوند ملا محمد جعفر شریعت مداری از استرآبادی، هر دو از مراجع تقلید زمان، و مادرم از خانواده مذهبی و روحانی عطار، نوه حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمود عطار از علمای مشهد مقدس بوده و اصالتا اهل مشهد است. اینا البته هیچ ربطی به آیت الله العظمى شریعت مداری ندارن که اوائل انقلاب حصر خانگی شد و بعدم بله ها رو سرش آوردن و دادگاهش هم دست آقای ری شهری بود که بسیار بی‌حرمتی کرد به آیت الله العظمى شریعت مداری. هیچ ربطی البته این محمد شریعت مداری به اون نداره و همینطور ظاهرا هیچ ارتباط فامیلی هم با حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نداره. باری محمد شریعت مداری آیت الله زاده موقع انقلاب 18 سالشه. از روابط خانوادگیش به هر حال آیت الله های گردن کلفتی که صحبت شد، اینا این روابط کمک میکنه که وارد کمیته استقبال از آیت الله خمینی بشه و تو مدرسه علوی تهران به عنوان عضو کمیته استقبال حضور داشته باشه با رفیق دوست و امثاله هم. همزمان عضو کمیته ها میشه، کمیته انقلاب اسلامی میشه که مهدوی کنی رئیسش بود همون دوره، کمیته انقلاب اسلامی مرکز. کسایی که اون موقع بودن میدیدن که من یک توضیح کوتاهی بدم که کمیته ها
چه کسایی عضوش بودن؟ کمیته عبارت بود از مرکز جمع شدن لات و لوتای هر محله که قبل از انقلاب خیلی هاشون و پاسبون دنبالشون بود. همین کمیته ها، یعنی همین لات و لوتا که حالا یه اسلحه‌ای هم داشتن و جیپ ارتشی سوار می شدن و هر چی که به عقده های شخصشون به هر حال یه جوری جواب میداد، اینا جای پلیس و پاسبون رو گرفتن. گشت خیابونی و پست‌های بازرسی خیابونی و محله گردی و خونه گردی و بگیر و ببند و همه دست همین کمیته چیا بود، تا بعد که سپاه تشکیل شد و خیلی از همین کمیته چیا شدن عضو سپاه پاسداران. اون موقع آقای شریعت مداری از همون اول میره تو بخش اطلاعات و امنیت زیر نظر ری شهری کار میکنه. این درباره ری شهری مفصل خواهم گفت. خود شریعت مداری نوشته است که در تشکیل وزارت اطلاعات در کنار حضرت آیت الله ری شهری در تأسیس نهادی انقلابی برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران مشارکت کردم. ببینین این عکس کسایی است که وزارت اطلاعات رو با چند نفر دیگه پایه گذاشتن. سعید حجاریان که همچنان از مراجع فکری اصلاح طلبان است، محمد شریعت مداری که موقع تشکیل وزارت اطلاعات 22 سالش بود، با خسرو تهرانی اون برم که مهتبه کنی نشسته که رئیس اینا بود تو کمیته مرکز. اولین وزیر اطلاعات میشه ری شهری. 5 سال وزیر اطلاعات، 63 تا 68 که خمینی زنده بود و خامنه ای هم رئیس جمهور بود و میر حسین موسوی نخست وزیر. قبل از این دوره دولت رجایی بود دیگه، وزارت اطلاعاتی وجود نداشت، دفتر نخست وزیری کار وزارت اطلاعات رو میکرد. محمد شریعت مداری رو رجایی میاره تو دفتر نخست وزیری از سال 60، بهش عنوان جانشین معاونت امور انقلاب رو میده. یعنی آقای محمد شریعت مداری 21 سالشه که یه پست اطلاعاتی مهم میگیره تو دولت و پیوند همیشگیش با ری شهری به همین دلیل اطلاعاتی بودن حاج محمد شریعت مداری از اول کار. این عکسی که اول این عکس هایی که دارین میبینین دیدین، اون محمد شریعت مداری نیست، یکی از همکاراش در دولت اول روحانی بود که حالا بهش خواهیم رسید. به هر حال اینا عکس محمد شریعت مداری. اون موقع فعالیت های اقتصادی برای سپاه و وزارت اطلاعات ممنوع بود دهه 60. بعدن فعالیت های اقتصادی پوششی وزارت اطلاعات گسترش پیدا کرد، به ویژه در دولت هاشمی رفسنجانی. محمد شریعت مداری تو این بخش خصوصا فعال بود، به همین دلیل هم تو دولت رفسنجانی شد معاون وزارت بازرگانی، یعنی کسی که فقط تجربه اطلاعاتی امنیتی داره میشه معاون وزارت بازرگانی. این معنی داره. معنیش چیه؟ مثلا وقتی سال 1369 کاظم رجوی در سوئیس به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته میشه، یکی از تروریستا فرار میکنه فرانسه و شارل پاسکوا وزیر کشور وقت فرانسه او رو تحویل جمهوری اسلامی میده. بعدم میگه به خاطر مصالح فرانسه این کارو کردم. بعد سال 1370 که شاپور بختیار تو فرانسه کشته شد، دو تا از قاتلاش تونستن راحت با هواپیما از فرانسه خارج بشن برن ایران. منافع اقتصادی دولت فرانسه به قول آقای پاسکوا اینجوری ایجاب میکرد. دهه 70 دهه شروع قراردادهای کلان نفتی و صنعتی و بازرگانی با فرانسه بود. ترورای دوره رفسنجانی در خارج از ایران و سازش فرانسه و اتریش و آلمان با جمهوری اسلامی سر این ترورات، دلیل عمدهش منافع اقتصادی و بازرگانی بود. یکی از مسئولان این معامله ها همین آقای محمد شریعت مداری بود که به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی رفسنجانی فعالیت میکرد. بعد تو دولت خاتمی شد وزیر بازرگانی. محمد خاتمی در واقع شاید بشود اینجوری گفت که محمد خاتمی باعث میشه که محمد شریعت مداری اصلاح طلب بشه، یا لااقل خودشو در رزومهش به عنوان اصلاح طلب مطرح بکنه. و جالب این است که این در حالی بوده است همیشه که مراد ایشون همیشه آیت الله ری شهری بوده که از خصوصا سال 70 تا امروز داره رسما براش کار میکنه، یعنی شریعت مداری برای ری شهری. حالا براتون میگم، بذارین اول یه اشاره‌ای بکنم به مسئولیت‌هایی که محمد شریعت مداری داشته. از وقتی که خامنه‌ای شد رهبر، یعنی از سال 68، محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 69
رسماً بهش مسئولیت داد که بشه معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبری، اصلا تشکیل بده این معاونت نظارت دفتر رهبری رو تشکیل بده. این مأموریتی بود که آقا امام خامنه ای داد به محمد شریعت مداری. از سال 1370 محمد شریعت مداری می شود عضو هیئت امناء اموال در اختیار ولی فقیه. از سال 73 میشه مسئول اجرایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. اینا همه با حفظ سمت آقا، یعنی هیچ کدوم ازش نمیگیرن اون مسئولیت رو شدن. بعد همون سال 70 به حکم خامنه‌ای میشه مسئول بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های سازمان حج و زیارت. همون موقع رئیس شهری هم رئیس سازمان حج و زیارته. یکی دو سال از حضور رئیس شهری به عنوان نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت گذشته که این مسئول بازرسی اونجا میشه. رئیس شهری 20 سال نماینده رهبر معظم در سازمان حج و زیارت بود تا سال 88. آقای محمد شریعت مداری تنها دوره‌ای که تو دولت کاری نبود از اول انقلاب تا حالا دوره احمدی نژاد بود که به جاش آقای خامنه‌ای نمیذاره بیکار باشه، رسماً باز یه کار دیگه بهش میده. میاد از سال 85، یعنی تقریبا یه سال بعد از شروع دولت احمدی نژاد، به محمد شریعت مداری حکم میده که بشود عضو شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، یعنی همون کاری رو که از دوره رفسنجانی در معاونت وزارت بازرگانی میکرد. یعنی تو شورای استراتژیک که بیشتر البته نظامی میشود و میشه مسئول امور اقتصادی، بعد عملا از مشاوران رهبر معظم میشود در روابط خارجی. خلاصه مطلب، همزمان تو دولت اول روحانی که شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو این دولت هم که شده وزیر صنعت و معدن و تجارت، اینا هم مسئولیتی است که در مجموع داره. یه دوره کوتاه هم تو دولت قبلی تو دولت اول روحانی شد سرپرست وزارت ورزش. انصافا تنها چیزی که نمیاد به آقای محمد شریعت مداری ورزشه. ولی خب دیگه وقتی آخوند تو قرن 21 میشه رئیس جمهور، محمد شریعت مداری هم میشه سرپرست وزارت ورزش. باری تو همین مسیر کار در عرصه های امنیتی و اطلاعاتی، محمد شریعت مداری تو عرصه های مسئولیت داره که اگه نگاه کلی بکنیم ظاهراً هیچ ربطی به هم ندارن: بازرگانی و اقتصاد، استراتژی نظامی، حج و زیارت، کنترل ماهواره ها، هیئت امنای تولیت شابدالعظیم و و و و ببینید مثلا درباره کنترل ماهواره، ایشون تو سازمان فضایی ایرانه وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایفش روی سایتش نوشته، میتونیم بریم بخونیم. نوشته توسعه فناوری ماهواره‌ای و مخابرات فضایی، سنجش از دور، پرتاب و حمل و نقل فضایی از یک طرف و توسعه منابع انسانی، ایستگاه‌های زمینی و زیرساخت‌های مناسب جهت هدایت و کنترل ماهواره‌ها از طرف دیگر، محور فعالیت‌های سازمان فضایی ایران است. بودجه این سازمان در سال 87، یعنی 9 سال پیش، 4000 میلیارد تومان بود. 9 سال پیش. بعدم تو این مدت دیگه نگفتن چقدر بودجه برای چه کاری به این سازمان میدن که قاعدتا باید کار اصلی ساختن و فرستادن ماهواره به فضا باشه. حالا اینا به کنار، من نمیدونم اینا چه ربطی به وزارت بازرگانی داره، به وزارت صنعت و معدن و تجارت داره، به بقیه کارهای حاج محمد شریعت مداری داره. ببینین همینجوری اینا رو نگیم و رد شیم. اینا اینکه یه آدم اطلاعاتی امنیتی در این حوزه ها که اشاره کردم کار میکنه، این نشاندهنده سوال فقط میکنم، نشاندهنده ماهیت اطلاعاتی امنیتی به قول خود حضرات شاکله نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست؟ شایستگی، تخصص، همه چی اطلاعاتی امنیتی.
تو همه این مسئولیت‌ها و سمت‌های ریز و درشت نامربوط به هم که محمد شریعت مداری داشته و داره، ایشون از معدود آدم‌هایی بوده است که کمتر تو رسانه‌ها دیده شده. انصافاً حتی تو مراسم تشییع جنازه خواهرش نمیومد زیر تابوت رو بگیره که هی دیده بشه، عکس بگیرن، فلان بکنن، فیلم بگیرن. یا همینجا میبینین دیگه، نمیاد تو صفحه اول نماز میت جلو واسه، با وجودی که متوفا به قول قدما خواهر ایشونه و شوهر خواهرش هم فرمانده ارتش، سرلشکر صالحی که تا همین امسال فرمانده ارتش جمهوری اسلامی بود. ایشون با خواهر محمد شریعت مداری ازدواج کرده بود. یکی دیگه از بستگان محمد شریعت مداری محمد هادی رضوی است که انصافا بابای حسن فتحی رو در آورد سر سریال شهرزاد که حالا خواهم گفت داستانش رو، بذارین اواخر برنامه میگم. باری خودداری محمد شریعت مداری از خودنمایی که خیلی هاشون دارن البته ربطی به این نداره که تو نوع خونی و عزاداری به شکل و شمایل خاص شرکت بکنه. مثلا جایی که پاتوق عاشورایی محمد شریعت مداری بود، هیئت الرضا بود مال هلالی مداح که نمیدونم هنوزم این هلالی زندان یا نه، به اتهام جاسوسی واسه اسرائیل انداختنش زندان. جیک محمد شریعت مداری در نیامد، اصلا هلالی دیدی ندیدی. هر سال هم با صمیمیت کنارش بود و هرچند که ظاهرن بیدلیل نبوده رفاقت با هلالی که کلی حسین حسین آورد تو مداها و تو مداهیا و یه جورایی رقاصخونه کرد مداهی برای امام حسین و آقای شریعت مداری هم خودش یه نمه رقص شمشیر میاد، ترقص رو ببینید. این از معدود جاهاییه که محمد شریعت مداری داره خودنمایی میکنه به اصطلاح تو مراسم حالا عزاداری هرچی. دو دلیل اصلی میتونه داشته باشه این عدم نمایش رسانه یا خودداری از خیلی پر بودن تو رسانه ها. یکیش امنیتی بودن این آدمه که ذاتش پنهانکاریه و طبیعتاً یه شخصیت پشت صحنه ازش درست شده. این امنیتی بودن نیست، شخصیت پشت صحنه همیشه برای طرف درست میکنه. دوم بی ارزگی و بله بله گو بودنش صرفاً برای حفظ سمت و قدرت در هر شرایطی. حسن حبیبی یادتونه، ایشون که تکیه بر عصا نشسته بغل مهدوی کنی، با همه رئیس جمهورا کار میکرد از اول تا وقتی مرد. یه هنریه دیگه بعضیا دارن. درست یکی دو روز قبل از اینکه محمد شریعت مداری وزیر صنعت بشه تو همین دولت، دولت دوازدهم، یکی از مخالفان وزیر شدن او که تو دولت اول روحانی با محمد شریعت مداری از نزدیک کار کرده، او نوشت پر واضح است مهمترین شرط موفقیت یک وزیر تعامل است. تعامل محمد شریعت مداری با نمایندگان مجلس، با رسانه ها و به ویژه منتقدین به قدری روشن است که نیاز به واکاوی ندارد. انگار ایشان هیچ درک واقع بینانه نسبت به جایگاه خود و هیچ نسبتی با تعامل ندارد. تا همین مقطع که هنوز وزیر نشده، اطرافیانش با بعضی رسانه ها تماس گرفته اند و هشدار دادند در صورت انتشار هر نوع مطلب انتقادی درباره محمد شریعت مداری انتظار آگهی دولتی نداشته باشید و اگر همراهی کردید، یعنی هیچ مطلب انتقادی درباره محمد شریعت مداری نزدید، حتما جبران میکنی. اینجوریه این آدم، همچین گوگوری مگوریه، ظاهرن ساکته، آدماشو میفرسته با روزنامه ها تماس بگیرن هی چیزی علیه من بزنین باباتونو در میرن.
ببینیم مخصوصا وقتی تو اساسا یه آدم اطلاعاتی هستی، شیوه برخورد با رسانه و انتقاد همینه دیگه. حالا گیرم تو به دلیل دسترسیت به همه نهادهای آماری و اطلاعاتی، آگاهیت از وضع اقتصادی مملکت واقعی باشه. آه ولی از بالا زور میاری که بله منم. مثال تو نطقی که پیش از رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت کرد، یه سری آماری داد که واقعا تکان دهنده بود از وضعیت ویران اقتصاد ایران. اما حالا میبینین بعد از هر بندی که میخوند، نمیدونم این تکه‌هاش هست تو این قسمتی که پخش میکنیم، بعد از هر بندی که هر بخشی از ویرانی اقتصاد که میگه، مخصوصا مربوط به وزارتخونه صنعت معدن تجارت، میگه ما باید این وضعیت را در دولت دوازدهم اصلاح کنیم. و از همه بدتر اینه که نماینده هایی که مثلا نشستن دارن گوش میدن و دولتی هایی که اومدن اونجا نشستن تو صحن مجلس، اصلا براشون مهم نیست که این چی داره میگه. اینقدر از این حرفو شنیدن که میدونن این بابا داره فقط اطلاعات خودشو به رخ میکشه که رأی بیاره. اطلاعات که از اونان اطلاعات گرفته دیگه. مثلا ببینید داره درباره معدن و سهم ایران در تجارت جهانی آمار میده. موضوع بسیار جدی است، ولی یک نفر حتی از نماینده های مجلس اصلا توجهی ندارن به طرف، یا دارن با موبایلشون ور میرن یا با هم دارن گپ میزنن. از مجموعه 9000 پروانه معدنی صادره، تنها حدود 5800 واحد معدنی فعال در کشور داریم که کمتر از 10 عدد اونها، کمتر از انگشتان دو دست میتونیم به اونها معادن بزرگ اطلاق کنیم و بقیه معادن، معادن خرد و ریز کوچکی هستند که در سراسر ایران پراکندن و امروز محتاج این هستند که به اونها توجه ویژه‌ای بشه. مجموعه این معادن از حیث فناوری متاسفانه دارای ضعف‌های فراوانی هستند، از حیث صنایع معدنی که در کنار اونها باید قرار بگیره تا ارزش افزوده بیشتری رو در این بخش‌ها به وجود بیاره، شرایط فوق‌العاده محدودی رو دارن و باید در این زمینه قدم‌های موثری برداریم. سهم ما از تجارت کالا در جهان تنها حدود 0.3% هست و این سهم به هیچ وجه شایسته نیست. ظرفیت‌های صنعتی و معدنی مختلفی رو ما در کشور ایجاد کردیم و به لطف خدا این ظرفیت‌ها رو با اهداف کمی که در برنامه خدمتتون تقدیم کردیم گسترش خواهیم داد. در حوزه صنایع پایه، تولید فولاد خام، محصولات فولادی، آلومینیوم، مس، سیمان، پتروشیمی، خودروهای سبک و سنگین و خودروهای کشاورزی به عنوان صنایع پیشران و صنایعی که میتونن به عنوان زیربنای توسعه کشور قرار بگیرن، ما حتماً اهتمام خودمون رو برای توسعه این واحدها ادامه بدیم. ظرفیت‌های معدنی کشور علارغم اینکه ما 68 ماده معدنی شناسایی شده در حال بهره برداری داریم و این ما رو به لحاظ تنوع جز 10 کشور برتر دنیا در حوزه معدن قرار میده، اما متاسفانه میزان برداشت ما از همین بخش از معدود معادن شناسایی شده کشور کمتر از 0.9% هست. انگار داره قصه میگه. هم خود شریعت مداری میدونه که 37 سال مدیر امنیت اقتصادی و اطلاعاتی بوده، هم نماینده های مجلس میدونن که این نطقه همه کشکه، هدف فقط تثبیت موقعیت شخصیه. وقتی که برای وزارت علوم، فقط برای وزارت علوم، نه وزارت دفاع، نه وزارت خارجه، نه وزارت اطلاعات، برای وزارت علوم تا حالا شخص شخیص رئیس جمهور 10 نفر رو اسمشون رو داده به رهبر معظم که آقا من اینو میخوام بذارم وزیر علوم، که هنوز وزیر علوم نداره، آقا تایید نکرده. هی برین رأی بدین، فکر کنین که روحانی میشه رئیس جمهور و بعد شماها رو میاره سر کار. مثلا واقعا همه رو میذاره سر کار. برای وزارت علوم باید 10 نفر رو بری اسمشو بدی، هنوز تایید نکرده، هنوز مونده، وزیر وزارت علوم خالیه. بعد اون وقت این بابا میاد اینجوری نطق میکنه، کیو بذاره سر کار؟ سفارش شده و بعد سفارش شده به مجلس، بعدم سفارش شده رأی میگیره دیگه. همین. وگرنه مگه اون نعمت‌زاده‌ای که خودش و دختراش صاحب پتروشیمی مملکت شدن تو این 4 سال گذشته وزیر صنعت و معدن و تجارت نبود که به قول محمد شریعت مداری از 9000 معدن فقط 7-8 معدن قابل توجه در ایران مونده؟ خب
خب هر قد نعمت‌زاده دوران روحانی اول کار کرد، از این هم انتظار میره تو دوران روحانی دوم کار بکنه. چرا میگم اینا همش کشکه؟ درباره همین معدن مثلا. معادن بزرگ در اختیار دولت است. این خلاف اصل 44 قانون اساسی است. جناب خدری، بحثی رو که فرمودی در اختیار خصولتی ها، بنده قبول دارم. معادن در اختیار خصولتی هاست. اون کسی که هیچ جایگاهی در بخش معدن نداره، مردم هستن. به عنوان سرمایه اصلی انقلاب و نظام، کسانی که میتوانند نجات بدن مشکل بیکاری کشور رو. امروز 200 معدن تعطیل شده در کشور داریم. عزیزان، آیا برای بحث 200 معدن اگر اینا راه اندازی میشد، اگر ورود ماشین آلات سنگین که اونا ماشین لوکس که نیستن، در تعجبم که برای ماشین سواری لوکس مجوز داده میشه، اما برای ماشین‌های معدنی که حلال مشکلات کشور هستن اگر بخوایم یک مجوز بگیریم، جوای گلمرادی اشاره میکنن باید 6 ماه تو نوبت باشیم، نه 6 ماه، اگر 6 سال باشید مجوزی صادر نخواهد شد. وقتی همه چیز به اسم خصوصی شدن با پارتی بازی و سرگردنگیری، یا دست آیات اعزامه مثل معادنی که دست مکارم شیرازیه، یا دست سپاه، یا دست وزیر وکیلا و بستگانشونه، و همین دلیل هم میگن خصولتی، یعنی به اسم خصوصی از دست دولت در اومده، افتاده دست شبه دولت، یعنی همینا که گفتم. وقتی اینجوریه چه امید عافیت تو این جهنم راندخاری و پارتی بازی و بزن و برو که برای مردم درست کردم، و بهشتی که برای یه مش نوکیسه درست شده. همیشه اینجوری بوده. محمد شریعت مداری میاد تو مجلس یه فهرست تکون دهنده از ویرانی اقتصاد مملکت میده، وسطش هی تکرار میکنه که برنامه من چنین و چنان است و اگر شما کمک کنید اجرا میشود و ایران گلستان میشود. یه چند جمله‌ای برای نمونه خواهش میکنم توجه کنین از محمد علی ابتهی، نماینده مجلس، درباره کل برنامه دولت جدید روحانی. درد نکنه اینو نوشتن، انشاء بسیار عالی، اما اگر میخواهید قانون برنامه ششم اجرا بشه شاخصها رو تعریف کنید. برنامه پنجم با 6 سال، نه 5 سال، 30% اجرا شد. این برنامه بنویسید، اون برنامه ششم هم قانونه. دولت چه عزمی برای اجرای برنامه ششم داره که مثل برنامه پنجم نشه و مثل برنامه چهارم نشه؟ چرا این برنامه ها محقق نمیشه؟ بهانه مسئولان این است که برنامه اقتصادی کشور به قیمت نفت وابسته است. وقتی قیمت نفت پایین میاد، خب بودجه پیش بینی شده محقق نمیشه و به تبعش بعضی جاهای برنامه میلنگه. بعضی جاها، یعنی 70% برنامه پیش بینی شده. اینه تخصص، اینه تهش اینجوری در میاد. وقتی برای نمونه هفته پیش گفتم که 300,000 خونه بین دو دولت احمدی نژاد و روحانی گم میشه، تکلیف حسابرسی از برنامه پنجم که یه سرش تو دولت احمدی نژاد بود و یه سرش تو دولت روحانی، معلومه که هیچ وقت روشن نمیشه. آقای محمد شریعت مداری، برنامه شما نیست که باعث میشه شما وزیر بشین. جایگاه شما به عنوان یک خدمتگزار وفادار به رهبر معظم است که شما رو وزیر میکنه. میزان دوری و نزدیکی به رهبری که شایستگی آدم رو تعیین میکنه تو این مملکت، مثل همه رژیم‌های عقب مونده فاشیستی و شبه فاشیستی، فقط رهبر ملاکه. و به این اعتبار قطعا محمد شریعت مداری یکی از شایسته ترین هاست در کابینه امنیتی آقای حسن روحانی. چند تا وزیر تو کابینه روحانی هستند که سابقه امنیتی اطلاعاتی دارن یا از مدیرای قدیمی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند؟ تخصصا رو ببینید. خود روحانی که دبیر و رئیس شورای عالی امنیت ملی، علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، ریاست شعبه دادگاه نظامی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، مشاور امنیتی قوه قضاییه، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، عضو واحد اطلاعات سپاه، مدیر کل اداره اطلاعات آذربایجان غربی، معاونت وزارت اطلاعات در دوره نجف آبادی، عضو کمیته 3 نفره رسیدگی به پرونده قطعه‌های زنجیره، ایشون وزیر کارن. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی، معاونت در وزارت اطلاعات،
عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی، معاون امنیتی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی، خب آوایی وزیر دادگستری عضو هیئت مرگ خوزستان در دهه 60، محمد شریعت مداری رو که عرض کردم دیگه یه مقدارش، رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل اطلاعات استان خوزستان، معاون بررسی های استراتژیک وزارت اطلاعات، سابق عضویت رسمی در وزارت اطلاعات حمید چیچیان وزیر نیرو، سابقه عضویت رسمی در وزارت اطلاعات، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش جوانان، مدیر کل دبیرخانه گزینش وزارت کشور، معاون سیاسی امنیتی استانهای هرمزگان و فارس، سابقه عضویت رسمی در وزارت اطلاعات، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سابقه عضویت رسمی در وزارت اطلاعات، حسین فریدون که حالا مثلا با قرار وثیقه بیرونه، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور، سابقه عضویت رسمی در وزارت اطلاعات. همه امنیتی ها جمعن و هر جا امنیتی ها و اطلاعاتی ها جمعن حتما سر و کله محمد شریعت مداری هم پیدا میشه. سال 74 ری شهری میاد یه حزبی مثلا میزنه به اسم جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، دبیر کل میشه خودش، روح الله حسینیان از اطلاعاتی های قدیمی و همکار سعید امامی، اون قاتل های به قول اصلاح طلب و زنجیره‌ای که قاتل های دهه 70 روشنفکران، میشود قائم مقام دبیر کل حسینیان. احمد پورنجاتی از اطلاعاتی های قدیمی میشه دبیر سیاسیش و محمد شریعت مداری میشه دبیر اقتصادیش. آن ابو ترابی و رازینی و قاضی اسکر و یکی دو تا دیگه هم میشن اعضای هیئت مؤسس. محمد شریعت مداری چونان که اشاره کردم از اول به ری شهری بسیار نزدیک بود، هر حرکتی میکرد شریعت مداری بغل دستش بود. از سال 58 که ری شهری شد رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ارتش و 135 نفر از فرماندهان ارشد ارتش رو به اسم کودتای نوجه و حزب توده و حزب خلق مسلمان اعدام کرد، تا تأسیس وزارت اطلاعات و دوره‌ای که وزیر اطلاعات میرحسین موسوی بود و تا بعد که از سال 70 شد متولی آستان عبدالعظیم، همین شاه عبدالعظیم خودمون، محمد شریعت مداری کنارش بوده، تو همین شاه عبدالعظیم شد عضو هیئت امنای شاه عبدالعظیم و همزمان دبیر هیئت امنای مؤسسه دارالحدیث، یه نوندونیه که ری شهری درست کرده مال خودشه. و بذارین اشاره بکنم اول درباره دارالحدیث. مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در جهت ساماندهی احادیث و ترویج معارف حدیثی به عنوان نخستین مجموعه مستقل حدیث پژوهی در جهان تشیع، درباره حدیث و مسائل مربوط به آن فعالیت می‌کند. همه کار این مؤسسه است. دیدین دیگه رو وبسایتش خوندین. واسه کارهای مهمی که انجام میده، حالا بعد میگم چقدر بودجه میگیره، کاراشو نگاه کنین، باز همونجا نوشته. چاپ کتاب درباره حدیث و باز چاپ کتاب‌هایی مثل اصول کافی و مجموعه احادیث دیگر و برگزاری سخنرانی واسه ری شهری و یکی دوتا آخوند دیگه درباره تفسیر قرآن و حدیث و غیره. حالا بودجه چقدره؟ سالی 3.5 میلیارد تومان. برای چه کاری؟ یه چند تا کتاب برای خودشون چاپ میکنن، بعد دوربین صدا و سیما رو میارن، فیلم میگیرن از خودشون. چند نفرن رو هم دیگه همه اینا؟ خود ری شهریه که رئیسشه، دو سه تا آخوندم به عنوان معاونش اونجا و افرادی که گفتم، این آخوندهای معاونش هم صبحانی نیاس و مطهری، نه اون مطهری، این آخونده هم سیده، هم آخونده علی مطهریش کدومش نیست. به هر حال این جماعت میان دیگه، اینایی که گفتم با یکی دوته دیگه. حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی تازه‌ترین آثار منتشر شده در مؤسسه دارالحدیث رونمایی شد. در این مراسم حجت الاسلام سبحانی نیا، معاون فرهنگی مؤسسه دارالحدیث، رسالت اصلی این مؤسسه را نشر و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام عنوان کرد و گفت: یکی از کتاب‌های مهم مربوط هست به کتابی در جهت سبک زندگی دینی با عنوان زندگی و بندگی، از نظر مضمونی هم فوق العاده زیبا و با قلمی بسیار روان و
پر محتوا با اتکای بر کتاب میزان الحکمه نوشته شده. بله، سالی 3.5 میلیارد تومان خرج این چیزا میشه. مثلا آقای محمد شریعت مداری دبیر هیئت امنای این نوندونیه، رئیسش هم رئیس شهریه. رئیس شهری، قبل از اینکه بریم سراغ شاه عبدالعظیم یه اشاره بکنم که این آیت اللهی که مراد محمد شریعت مداریه کیه. من مخصوصا روی رئیس شهری مکس میکنم، چون بعد از خلخالی حاکم شرعی که به حکم خمینی بیشترین اعدام ها رو در همون اوایل انقلاب کرد همین آدم بود، همین آدمی که محمد شریعت مداری وزیر صنعت آقای روحانی مریدشه. بله، محمد محمدی ری شهری 69 ساله متولد شهر ری میگه. خودش زندگی نامه نوشته، نوشته جد پدریش 130 سال عمر کرد. 130 سال جد پدریش عمر کرد و در حال خواندن قرآن کریم از دنیا رفت و کذا. مادرم از شمیران تهران و از اولاد امامزاده شکراب از نواده های موسی بن جعفر علیه السلام است. یعنی آیت الله ری شهری با امامزاده شکراب و امام موسی کاظم فامیله اینجوری از طریق خانومش. والا 6 کلاس درس میخونه، بعد باباش میفرستتش مدرسه علمیه برهان و بعدم حوزه علمیه قم. سال 1345 20 سال 21 سالشه که میره نجف. آیت الله مشکینی هم اونجاست در نجف و خود ری شهری میگه که سر یه سفره باش میشستم. ری شهری از مشکینی میخواد که دخترشو بده بهش. دختر مشکینی اون ما چند سالشه؟ تو خاطراتش نوشته 9 سالشه. آقای مشکینی پاسخ را موکول به استخاره کرد و پس از چند روز پاسخ داد که استخاره کردم، خوب آمد. پس از موافقت ایشان جریان را به خانواده هم در تهران نوشتم. پس از موافقت ایشان جریان را به خانواده هم در تهران نوشتم و از مادرم و عمه هم خواستم که به قم بروند و سبیه ایشان را ببینند، یعنی همون دختر 9 ساله را. آنها رفتند و دیدند و پسندیدند و در پاسخ نامه من نوشتند خوب است ولی خیلی کوچک است. او در آن هنگام تقریبا 9 ساله بود. تقریبا 9 ساله بود، 9 سالش نشده بود، 8 سال خورده. قرار شد به طور خصوصی صیغه عقد اجرا شود، اما جشن ازدواج تا آمادگی یافتن وی به تأخیر افتاد. اصلا تصور میتونیم بکنی یه دختر 8 سال و نیمه ازدواج بکنه؟ دختر خودتون، دختر فامیلتون، دختر محلتون، اونم با یه آخوند. مشکینی و ری شهری میان ایران از نجف. اول چند ماهی مشهدن، این که گفتم اونم با یه آخوند، واقعا ازتون عذر میخوام. چه فرقی میکنه با چه حیوانی یه دختر 8 سال 9 ساله ازدواج بکنه، آخوند باشه یا فکل کرواتی باشه. مشکینی و ری شهری میان ایران، اول چند ماهی مشهدن و بعد میرن قم. و تمام این مدت ری شهری به قول خودش داماد سر خونه است، اینن توی وبسایتش نوشته و خیلی جامعه باش مصاحبه شده با تیتر داماد سر خانه فلا. با عروس 9 ساله. بذار این ادامه خاطراتش من کوتاه بخونم، خودم اینقدر حرف نزنم. ادامه خاطراتش از کتاب از صفحه 51 تا 54 کتاب خاطرات ری شهری انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ دوم زمستان 1383 می نویسه با اینکه قرار بود جشن ازدواج ما چند سال بعد باشد، پیشنهاد کردم که هرچه زودتر انجام شود تا بتوانیم زندگی مستقل تشکیل دهیم. آقای مشکینی ابتدا با این پیشنهاد موافق نبود. دلیل مخالفتش هم کوچک بودن همسرم از نظر سنی بود، چون در آن هنگام 11 سال بیشتر نداشت، یعنی 2 سال اینا نامزد بازی مثلا کرده با دختر 8 ساله 9 ساله. اما من موضوع را با جدیت پیگیری میکردم که همسر من از شرعن حق دارم او را به خانه خود ببرم. سرانجام با اصرار من ایشان راضی شد و جشن ازدواج ما در سال 1347 برگزار شد. 2 سال و نیم بعدم بچه دار میشه این عروسی که
هنوز 13 سالش نشده. این همین آدم، همین رئیس شهری، همین ببخشید آدم، انقلاب که میشه به حکم خمینی میشود جانی دوم مملکت بعد از خلخالی. و این آقای محمد شریعت مداری هم میشه مریدش که هر جا رئیس شهری هست اینم کنارشه، از وزارت اطلاعات گرفته تا جمعیت دفاع از ارزش‌ها و حج و زیارت و دارالحدیث و نایب تولیگی شابتالعظیم. و مخصوصا وقتی محمد شریعت مداری همیشه یه پاش تو فعالیت‌های اقتصادی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بوده، کمک خوبیه واسه نون دنیای رئیس شهری. همین شابتالعظیم، من فقط یه نمونه بگم از فعالیت‌های به اصطلاح اقتصادی تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی، همون شابتالعظیم خودمون دیگه، به اسم مؤسسه ری، مؤسسه اقتصادی که آقای محمد شریعت مداری خیلی تلاش کردن این مؤسسه را بیفته و چه کاری انجام بده زیر نظر ری شهری انجام میشه. گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. چی میگه علی نوریانی؟ 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با مؤسسه ری مفتخر و مصریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی‌نصیب BMW ایجاد می‌شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می‌شود. ببینید چقدر بیچاره شده آقای علی نوریانی. بعد خبرنگار که داره باش مصاحبه می‌کنه نوشته که وقتی میرن نمایشگاه BMW بهشون میگن این نمایندگی اصلا مال نوریانی نیست، این اینجا مربوط به رئیس شهری است، این نوریانی اینا فقط دلال کارن. همین علی نوریانی که بعد از وهاب زاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم که بهش میگن پدر صنعت چاپ ایران، ماشینای چاپ رو اول او وارد ایران کرد، با یه تشر رئیس شهری و همین محمد شریعت مداری شد دلال، بعدم از گردونه به کلی خارجش کردن. واردات BMW تو ایران سال هاست دست حضرت آیت الله رئیس شهری است و آقای محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت آقای روحانی دست راست آیت الله رئیس شهری در این نوندونی شابتالعظیم با برند BMW. آقای محمد شریعت مداری، یعنی آقای محمد هادی رضوی که اونجا میشونه میگه نمیدونم سه بار بی او ای درباره من برنامه گذاشت، ما هیچ وقت سه بار نذاشتیم بالا، یه اشاره من توی برنامه یه بار کردم، بذارین براتون بخونم که چه میگوید ایشون. میگه برای اطلاع از سابقه کاری خودم از شما درخواست میکنم، شما تنها یک بار، خیلی ناراحته که همه جایی میگن که تو داماد محمد شریعت مداری هست، میگه من بابا خودم آدمیم، شما فقط یک بار به کارخانه تجهیزات رسانه‌ای من بیایید، ما تنها شرکت تجهیزات رسانه‌ای در کشور با قدمت 30 سال هستیم. چند سالش بودیم که در مقابل رقبای جهانی می توانیم عرض اندام کنیم و بسیاری از تجهیزات رسانه‌ای کشور را این کارخانه با بیش از 159 محصول تأمین کرده است. پس من فردی هستم که از سال 81 در این عرصه سابقه کاری دارم و یک دفعه از آسمان به زمین پرتاب نشدم. سال 81 این اقدامات چند سالش بوده؟ هر جا برسیم خواهش میکنم از که عکس این اقدامات رو نشون بدیم که واقعا اینقدر کوری میخونه چند سالشه. بعدم میگه 30 سال من این کارم و کارخونه تجهیزات رسانه‌ای دارم و از این حرفا. 30 سال پیش چند سالت بود تو؟ گوگوری. بعد این آدم میشه یکی از سرمایه گذاره شهرزاد، ظاهراً با محمد امامی شریک میشه. خب همون اول از اول معلوم بود که قضیه یکم بو داره. خب از روز اولی که من تو حوزه شهرزاد سرمایه گذاری کردن، یا گفتن این آقازاده اومد اونه. اول که ما اصلا به دولت، بعد دیدن این مناسبت سیاسی و ایدئولوژیه که من یکم با دولت همخونی نداره، یکم جریان تنده به اصطلاح اینا راستیه، دیدن خب دولت نیست، یه مدل دیگه بزنیم، یه عذرخواهی از آقای شهید مدری کردیم، یه دوباره یه جریان من اومدن یه 100 صفحه فوش دریوری و خار و مادر به ما دادن که آقا چرا عذرخواهی کردی واسه شهید مدری، چه بابیه. آ
بذارین قبل از اینکه توضیح بدم درباره حسین شریعت مداری، توی مصاحبه‌ای باز میگوید همین آقدامات در سکانس‌هایی از مجموعه که در بحبوحه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان هم بود، عکس حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان، عکس حسین شریعت مداری را در میان توده‌ای‌ها نشان دادند. من که طراح صحنه نیستم، با حسن فتحی کارگردان این مسئله را در میان گذاشتم که وی گفت اشتباه سهوی رخ داده است. من هم گفتم مشکلی وجود ندارد، برای این اشتباه سهوی عذرخواهی کنید. این عکس رئیس دولت اصلاحات و دکتر عارف هم بود، آیا شما این گونه برخورد میکردید؟ حسین شریعت مداری زحمت کشیده و ریشه دارد. حالا ممکن است بعضی ها با وی مشکل داشته باشند. این فرد مبارزه کرده، نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان است. همین ماجراها بود و رخ داد که در پی آن با دفتر حسین شریعت مداری تماس گرفتم، نامه نوشتم و عذرخواهی کردم. همینجوری از طرف خودش بر من واجب بود که از حسین شریعت مداری عذرخواهی کنم. جالب است که محمد شریعت مداری، یعنی همین پدرزنش، هم زمانی که در جریان این اتفاق قرار گرفت گفت اخلاق حکم میکرد که از حسین شریعت مداری عذرخواهی کنید. امامی تهیه کننده شهرزاد، علائم اعتقادی شما زیر سوال بره و من دائم از همفکران خودم توی مسائل مختلف سوال بشم. من شاگرد حبیب الله عسکرلودیم، خب که سال 42 جنگ مسلحانه شروع کرد علیه شاهنشاهی. من نمیتونم سریالی بسازم که توش هیچ جلوه ای از مبارزان مسلمان نبوده. امامی داشتم اینو عرض میکردم، تهیه کننده شاید تو همین صحبتی کوتاه فهمیدین دیگه کیه و اختلافش سر چیه. امامی تهیه کننده شهرزاد بازداشت میشه به اتهام سوء استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان، ظاهرا به دلیل وامی که از صندوق ذخیره فرهنگیان گرفته بوده و بازپرداخت نکرده بوده یا کامل بر نگردونده بوده. البته بعد آزاد میشه و تو خبرها و شایعه هایی که مدام تو فضای مجازی میچرخید در ارتباط با سریال شهرزاد، آخرش حسن فتحی کارگردان و یکی از نویسندگان سریال شهرزاد آمد رسما گفت سریال شهرزاد فقط یک تهیه کننده دارد و او هم محمد امامی است و من هیچ کس دیگر رو نمی‌شناسم. به سبب اینکه عین نامه حسن فتحی رو می‌خونم، در رسانه ها منتشر شده، به سبب اینکه در بدو توافق برای ساخت این سریال تصور نمودم نامش به محمد امامی، نامه شاید سرگشاده است دیگه چون رسانه ها منتشر کردن، اینا من دارم از ایلنا می‌خونم، به سبب اینکه در بدو توافق برای ساخت این سریال تصور نمودم تنها با جناب عالی، یعنی محمد امامی، به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار همکاری خواهم داشت، از این رو در کمال احترام اگر قرار باشد هر فردی بجز شما در مقام تهیه کننده در هر مورد دست به تفسیر ناصحیح از گفته و ناگفته های من بزند، با کمال احترام ناگزیرم از همکاری برای ساخت قسمت های بعدی سریال انصراف بدهم تا به مصداق گناهکار در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری قربانی موضع‌گیری های پرحاشیه این قبیل افراد نشوم. این مال قبل از پخش این سیزن دوم سریال، فصل دوم سریال شهرزاد بود این داستان. و بعد آقای رضوی چه میگه در ادامه فرمایشاتی که دارن آقدامات؟ آقای رضوی میگه فارغ از اختلاف عقایدی که میره با تسنیم و نسیم و این برانور این سریال های این سریال ها واقعا درست گفتم این روزنامه های سریالی سپاه مصاحبه باش میکنن این برانور و فلان، بعد این یکی حرفاشه میگه فارغ از اختلاف عقایدی که پیدا کردیم با برخی چارچوب های سریال و مثلا عدم رعایت حجاب، به هر حال من معتقد به نظام هستم و ترجیح میدم با کسانی کار کنم که عملا به چارچوب های جمهوری اسلامی اعتقاد دارن. دوستان از یک طرف میخوان حمایت مالی داشته باشند، از آن طرف هم مدام جست اپوزیسیون میگیرند و این تناقض چیزی نیست که خوش آمد من باشد. ببینین فقط یه حزب اللهی بی هنر که فقط فکر پوله و دم می جنباند، رک بگم با عرض پوزش از شما بینندگان عزیز، برای سیستم اطلاعاتی امنیتی کشور میتونه اینجوری حرف بزنه. اینجا داره رسما حسن فتحی و حتی محمد امامی رو به مخالفت عملی با نظام متهم میکنه، یعنی داره پاسبون صدا میزنه، میگه اینا جست اپوزیسیون میگیرن. مثلا این کارای کثیف. چرا حالا این کارا رو میکنه؟ چون هرچی تونست خاص خودشو نشون بده نشد. پروانه ساخت و نمایش شهرزاد به نام محمد امامی صادر شده،
ولی آیا داماد محمد شریعت مداری میتونه این موضوع ساده رو بفهمه، بره دنبال یه نوندونی دیگه؟ من فقط اشاره بکنم که برای اونا که میخوان بیشتر بخونم براتون، برای آنها که میخوان بیشتر سید محمد هادی رضوی رو بشناسن، باید بگوییم ایشان جوانی هستند در میانه های دهه سوم زندگی خود. در کشاکش انتخابات اتاق بازرگانی بود که سید محمد هادی رضوی با شعار لابی ثروت شیعه در مقابل لابی سرمایه صهیونیستا، نمیدونم اون عکس لابی رو داریم که بزنیم که آقای رضوی میاد با اون میخواد بره تو اتاق بازرگانی تو انتخاباتش، شعارش لابی ثروت شیعه در مقابل لابی سرمایه صهیونیست هاست. این آدم جا پای آقای شریعت مداری نذار آقا جون، قربونت برم. میریم پرده آخر. دوازده که کف پای من پاشنه پای من خیلی ترک میخوره، چیکار کنم؟ این درمان سهل و آسان، حالا خواه روغن بنفشه خواه روغن دیگری روغن زیتون، در ناف بریزند ترک دست پا بر طرف میشه. شب و روزگار خوش.